علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اسرائیل را به پاسخ شدید به حمله هوایی اخیرش به سوریه تهدید کرد در حمله موشکی یکشنبه شنبه 18 ژانویه یک هلیکوپتر اسرائیلی به منطقه قنیتره در بلندی های جولان سوریه دست کم تن از نیروهای حزب لبنان از جمله دو فرمانده و همچنین یک فرمانده سپاه پاسداران ایران کشته شدند آقای شمخانی روز گذشته در دیدار با محمد سالم القبان وزیر کشور عراق گفت تجربه نشان میدهد که جریان مقاومت پاسخ اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی را با شدت و قاطعیت انقلابی خواهد داد رسانه نزدیک به سپاه پاسداران ایران میگویند که نیروهای حزب الله و ایران در آن منطقه در حال نبرد با گروه های حاضر در سوریه بودند اما برخی گزارش ها از آن است که این افراد در حال برنامه ریزی برای نصب سامانه موشکی در نزدیکی اسرائیل بودند محمدعلی جعفری فرمانده کرد سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت کشته شدن محمد علی الله دادی یکی از فرماندهان سپاه که در حمله اسرائیل در سوریه کشته شد هشدار داد ها باید منتظر سائقه های ویرانگر باشند و سپاه پاسداران تا آخر پای فروپاشی رژیم سهیونیستی خواهد ایستاد وی تأکید کرد امروز همه جوانان در جهان اسلام جهاد مغن... مغنیه ببخشید معذرت میخوام وی تأکید کرد که همه جوانان در جهان اسلام جهاد مغنیند و همه پاسداران انقلاب اسلامی الله دادی و سپاه پاسداران تا حذف کامل این جرسومه فساد از جغرافیای سیاسی منطقه از پار نخواهد نشست در چند روز اخیر اعتراضات گسترده در کشورهای مختلف مسلمان نشین در اعتراض به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در شماره جدید شارلی ابدو برگزار شد که برخی از آنها به خشونت کشیده شدند در ایران معترضان در اقدامی بی سابقه تابلو خیابان نوفل و شتو در تهران را پایین کشیدند و در نیجر هم 45 کلیسا به آتش کشیده شد حامیان علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه تابلوی خیابان نوفل شاتو در تهران را پایین کشیدند. این اقدام روز گذشته و در جریان تجمع گروهی از محافظ کاران تندرو مقابل سفارت فرانسه در خیابان نوفل و شاتو و در اعتراض به اقدام نشیه شالی ابدو صورت گرفت. حامیان خامنه ای پس از پایین کشیدن این تابلوی تاریخی مرتبط به روح الله خمینی و انقلاب سال 1357 در ایران نام این خیابان را به صورت نمادین به نام محمد رسول الله نامگذاری کردند. خیابان نوفل شاتو پیش از انقلاب سال 57 چرچیل نام داشت که پس از پیروزی انقلاب و به پاس قدردانی انقلابیون از دولت فرانسه نام آن به نوفل شاتو تغییر یافت. نوفل شاتو نام روستایی نزدیک پاریس است که روح الله خمینی در ماهای آخر حکومت محمد رضا شاه پهلوی از آنجا رهبری قیام علیه وی را بر عهده داشت. پایین کشیده شدن این تابلوی تاریخی از سوی حامیان علی خامنه ای با بحت و حیرت گروهی از فعالان سایبری حزب مواجه شده است. آنها نوشتند کسانی که دست به چنین اقدامی زدند متوجه پیام این اقدام خود نیستند. تجمع یاد شده چندین سخنران نیز داشت از جمله احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی با بدکار توصیف کردن نشریه شالی ابدو گفته است حمله به این روزنامه بدکاره به نظر ساختگی است و توسط نیروهای جاسوسی موساد و سیا انجام شده است. شخصی به نام سید محسن میرهاجی که نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه تهران معرفی شده است نیز گفت امروز اینجا جمع شده ایم تا به این سفیر بیهویت فرانسوی بگوییم لبک یا محمد اگر این سفارت منحوس را امروز سرشان خراب نمی کنیم به دستور رهبرمان است نماینده جامعه اسلامی دانشجویان نیز اظهار عقیده کرده که اگر حکم خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره مرگ سلمان رشدی اجرا شد به گفته وی دیگر کسی حق توهین به محمد را نداشت گزارش ها می که تجمع کنندگان خواست داره بسته شدن سفارت فرانسه و اخراج سفیر این کشور از ایران شدند. در این تجمع همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شد تا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دلیل آنچه که واکنش ضعیف این وزارتخانه به قضیه شارلی ابدو خانده شده است استیزاه شود در بیانیه پایانی این تجمع نیز گفته شده است در حالی که ملت ایران منتظر برخورد قاطع دستگاه دیپلماسی کشورمان با دولت فرانسه بودند آقای ظریف وزیر خارجه دولت یازدهم در اقدامی نسنجیده و مقایر با اصول انقلاب اسلامی و حتی مقایر با اصول شناخته شده و مورد پذیرش دیپلماتیک تنها دو روز پس از انتشار این کاریکاتورهای ننگین به پاریس سفر کرده و با وزیر امور خارجه دولت فرانسه دیدار کرد. در تحولی دیگر به گفته پلیس نیجر در جریان تظاهرات در شهر نیامی علیه انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو 45 پنج کلیسا، 5 هتل، 36 کافه، یک پرورشگاه و یک مدرسه مسیحی قارت و سپس آتش زده شدند. از سوی دیگر صبح روز یکشنبه 28 دی به رغم اعلام ممنوعیت هر گونه تظاهراتی با فراخان نیروهای اپوزیسیون حدود 300 تن از مخالفان در نیامی دست به تظاهرات زدند که به درگیری با پلیس ضد شورش انجامید. فرماندار نیامی روز یکشنبه گفت که 90 نفر از این معترضان دستگیر شدند. رسانه های نیجر گفتند رهبران اپوزیسیون نیز در میان بازداشت شدگان بودند. هیئت تحریریه نشریه شالی ابدو که هفته گذشته هدف حمله دو تروریست قرار گرفت روز چهارشنبه 24 دی شماره جدید این نشریه را با کاریکاتوری از پیامبر اسلام که پلاکارد من شالی هستم را در دست داشت و اشک میریخت منتشر کرد سرخیو برنی معاون وزارت امنیت آرژانتین اعلام کرده مرگ آلبرتو نیسمن دادستان پرونده آمیا قطعا خودکشی بوده است با این حال دادستان آرژانتین گفته این احتمال که وی مجبور به خودکشی شده باشد همچنان وجود دارد آلبرتو نیسمن که مسئول پرونده بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین آمیا بود قرار بود دیروز دوشنبه 29 دیماه در پارلمان این کشور دلایل و مستنداتی را ارائه کند که بر اساس آنها کریستینا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین را به دخالت در پرونده آمیا و تلاش برای جلوگیری تحقیقات درباره نقش ایران در این پرونده متهم کرده بود اما جنازه وی روز یک شنبه در وان حمام آپارتمانش در حالی که گلوله‌ای به مغزش شلیک شده بود پیدا شد روز 18 ژوئیه سال 1994 در مرکز فرهنگی یهودیان امیا بمبی منفجر شد که در جریان آن 85 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. آی نیسمن در سال 2013 چند تن از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی، علی اکبر ولایتی، اکبر هاشمی رفسنجانی احمد وحیدی، علی فلاحیان و هادی سلیمانی پور را متهم کرد که شبکه تروریستی در آمریکای جنوبی ایجاد کرده و دستور بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان را صادر کردند. گروه خلافت اسلامی امروز سهشنبه با انتشار ویدئویی برای آزادی دو گروگان ژاپنی که در اختیار دارد 200 میلیون دلار باج خواست. این گروه تهدید کرده است که اگر تا 72 ساعت آینده این مبلغ پرداخت نشود این دو گروگان را سر خواهد برید نخست وزیر ژاپن که در اسرائیل به سر میبرد گفت حفظ جان گروگان ها مهمترین اولویت است یکی از گروگان ها روزنامه نگار آزاد است که سال گذشته به سوریه رفته بود و دیگری کارمند یک شرکت خصوصی امنیتی است که ظاهرا به یکی از گروه های مسلح در سوریه پیوسته بود چهل و پنجمین مجمع جهانی اقتصاد در داوس سوئیس از فردا اول بهمن ماه آغاز می شود در آستانه این اجلاس مؤسسه آکسفام در گزارشی تصریح کرد شکاف میان ثروتمندان و تنگدستان بیش از پیش افزایش یافته است درآمد روزانه یک میلیارد نفر زیر یک دلار و 25 1 دلار و 25 سنت است در حالی که دارایی 80 ثروتمند برتر دنیا به اندازه دارایی تمام تنگدستان جهان است در آستانه برگزاری نشست سالیانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، مؤسسه بین‌المللی آکسفام تازه‌ترین گزارش خود پیرامون فقر و ثروت را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که بی‌عدالتی اجتماعی رشد نگران کننده یافته است. بر اساس گزارشی که روز دوشنبه 29 دی منتشر شد تا سال آینده میلادی یک درصد از کل جمعیت جهان نیمی از ثروت جهانی را در اختیار خواهند داشت آمار این مؤسسه نشان میدهد که دارایی 80 ثروتمند برتر جهان در فاصله میان سالهای 2009 تا 2014 دو برابر شده است به این ترتیب دست کم 48 درصد ثروت جهانی متعلق به این افراد است. حدود 46 درصد از 52 درصد ثروت باقی مانده هم در دست 20 درصد از جمعیت جهان است. بر اساس این آمار 80 درصد جمعیت کره زمین حدود 5 درصد دارایی جهانی را در اختیار دارد. درآمد روزانه یک میلیارد نفر زیر یک دلار و 25 سنت است، در حالی که دارایی 80 ثروتمند برتر دنیا به اندازه دارایی تمام تنگدستان جهان است. مؤسسه آکسفام که با هدف مبارزه با فقر و بیعدالتی ایجاد شده سال گذشته میلادی نیز در استانی نشست داووس گزارش مشابهی منتشر کرد و نسبت به افزایش شکاف میان ثروتمندان و تنگدستان هشدار داد در چهل و پنجمین نشست مجمع جهانی اقتصاد که از چهارشنبه 21 ژانویه تا جمعه 23 ژانویه برگزار می شود قرار است بیش از 300 تن از سران کشورها سیاستمداران بلندپایه صاحبان سرمایه، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان سازمان های مدافع حقوق بشر شرکت کنند. وینی بیانیما رئیس مؤسسه آکسفام نیز در این نشست به عنوان نایب رئیس جلسه حضور خواهد داشت او در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از گسترش نابرابری در سطح جهانی تاکید کرد از نشست داووس برای هشدار مستقیم به سران کشورها استفاده خواهد کرد بر اساس گزارشی که سه سازمان وابسته به سازمان ملل در تابستان گذشته انتشار دادند، در سراسر جهان حدود 805 میلیون نفر از گرسنگی رنج میبرند. به این ترتیب از هر نه نفر یک نفر گرسنگی میکشد. طبق گزارش های متعددی که در ماه های گذشته منتشر شده، فقر تنها مختص کشورهای فقیر نیست، بلکه در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز مشهود است. آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکی از آن است که در همه کشورهای توسعه یافته فاصله فقر و ثروت افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که قشر پردرآمد این کشورها در میانه دهه 1980 حدود 7 برابر قشر فقیر درآمد داشته اما در سال 2014 به 9.5 برابر رسیده است. مثلا در کشور آلمان در سال 2013 بیش از 16 میلیون نفر یعنی حدود 20 درصد جمعیت این کشور در معرض خطر فقر بودند. در ایران آمار درست و جامعی از شمار ثروتمندان و فقیران منتشر نشده اما بر اساس آمار پراکنده و اظهار نظرهای مسئولان حکومتی و کارشناسان شکاف میان فقیر و غنی به سرعت در حال افزایش است علی ربی وزیر کار ایران در عواسط آزر ماه از شناسایی دوازده میلیون نفر خبر داد که در فقر شدید به سر میبرند و دچار سوء تغذیه هستند خط فقر برای خانواده های ساکن تهران تا سه میلیون تومان برآورد شده در حالی که حداقل دستمزد کسانی که مشمول قانون کار میشوند در سال 93 حدود 600 هزار تومان تعیین شده است خط فقر برای یک خانواده روستایی حدود یک میلیون تومان است تابستان گذشته علی رضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: "معیشت 90 درصد جامعه کارگری ایران زیر خط فقر قرار دارد و وضع 10 درصد بقیه نیست چندان بهتر نیست." شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران از وی خواسته است تا با استفاده از کلیه امکانات قانونیش نسبت به رفع مزاحمت از نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر اقدامات لازم را انجام دهد هفته گذشته خانم محمدی در مراجعه‌ای که به بازپرسی شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب داشت آخرین دفاع از او اخذ و پرونده جهت تعیین وقت به دادگاه انقلاب ارسال شده است او همچنین در پی اهدای جایزه سالانه کانون مدافعان حقوق بشر ساعتها مورد بازخواست مأموران امنیتی قرار گرفت رو این نامه برای کمیسر عالی حقوق بشر گزارشگر سازمان ملل متحد در وضعیت مدافعان حقوق بشر و دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ارسال شده است مهدی طائب در نقد عملکرد و سیاست های دولت حسن روحانی گفته روحانی خیلی زودتر از چیزی که تصور میشد خسته شده است وی درخواست برگزاری همه پرسی از سوی رئیس دولت یازدهم را نشانه ناتوانی وی دانسته و گفته روحانی با طرح چنین درخواستی راه بنی صد را در پیش گرفته است رئیس قرارگاه امار اضافه کرده دولت روحانی را قدرتمند نمیدانند چرا که دولتی که قدرت داشته باشد هرگز به مردم فوش نمیدهد و با مجلس در نمیافتد وی گفته اگر به رئیس قوه مجری دو ماه مرخصی داده شود اتفاقی در کشور رخ نخواهد داد این روحانی محافظه کار در سخنان خود به طور تلویحی وجود فساد در جمهوری اسلامی را امری طبیعی دانسته و گفته این نظام بیش از این توان مبارزه با چنین پدیده ای را ندارد آقای نقدی همچنین پیشنهاد کرده متحری برای معالجه به پزشکی قانونی مراجعه کند مهدی کوچکزاده با انتقاد از اظهارات محسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان مبنی بر اینکه برخی اعضای این شورا در انتخابات سال 88 بیطرف نبودند گفته نباید انتظار داشت اعضای شورای نگهبان در انتخابات بیطرف باشند وی با بی اساس خواندن اظهارات اسماعیلی درباره بیطرف نبودن برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفته این اظهارات به نفع ضد انقلاب و فتنگران تمام شده و کسانی که چنین حرفهایی را میزنند دچار قرب زدگی شدند محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان 26 اردی بهش در یک برنامه تلویزیونی گفته بود برخی اعضای این شورا در انتخابات سال 88 شیفته محمود احمدی نژاد بودند شورای نگهبان با وجود اعتراض های گسترده به نتیجه انتخابات سال 88 و به خاطر حمایت برخی از اعضای از آن از نامزدی احمدی نژاد رأی به صحت آن داد معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران می گوید تا سال 2050 بر اساس پیش بینی ها خشکسالی و کاهش نزولات جوی در ایران 11 برابر شرایط فعلی خواهد شد بر اساس گزارشی که ناسا سال گذشته منتشر کرد ایران در شمار 45 کشوری قرار دارد که دچار خشکسالی شدید شده است مسکومه ابتکار در دیدار با کاوه زاهدی مدیر منطقه آسیا و اقیانوسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تصریح کرد این شرایط موجب نگرانی عمیق در خصوص آینده ایران منطقه و جهان شده است وی با اشاره به اینکه اکنون ایران با چالش ها و مسائل زیست محیطی زیادی مواجه است از برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد خواست که در تدوین سازوکاری برای جلوگیری از گسترش این مشکلات با ایران همکاری کند ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا اوایل سال گذشته گزارشی منتشر کرد و در آن ایران را در شمار 45 کشوری قرار داد که دچار خوش‌سالی شدید شده و در معرض بحران قرار دارند. ناسا میگوید که دوره خوشسالی ایران سی ساله خواهد بود و از هم اکنون آغاز شده است. بر اساس گزارش سال گذشته ناسا به دلیل شرایط لایه اوزون و انحراف زمین به میزان یک میلیونیوم درصد از مسیر چرخشی خود به دور خورشید 45 کشور جهان دچار خوشسالی شدید شده و در صورت عدم ذخیره منابع آبی دچار بحران در تولید کشاورزی و همچنین دامداری خود می شوند. این گزارش همچنین از کاهش منابع آب شیرین خاور میانه، گسترش بیابانها و خوش شدن خاک به عنوان برخی از پیامدهای دوره سی ساله خوش سالی از آن نام برده است. هشدار درباره خوش سالی در ایران در ماهای گذشته و همزمان با هشدارها درباره کمبود آب و آشامیدنی در شهرها و روستاهای ایران شدت گرفته است. شاهروخ فاتح رئیس مرکز ملی خوشسالی ایران روز سهشنبه 22 مهر از کاهش پیاپی بارندگی در 19 استان کشور در دو سال گذشته خبر داد و این کاهش را زنگ خطر خشکسالی شدید در این مناطق از ایران دانست. این در حالی است که فرود شریفی قائم مقام معاونت فناوری ریاست جمهوری ایران روز 8 مهر گفته بود که ایران پیش از این نیز ده دوره خوش سالی را از سالهای 1347 تا 1383 تجربه کرده است. ایمان باباییان محقق ارشد مرکز اقلیم شناسی ایران روز چهارم مرداد ما گفته بود که پجوهش های این مرکز نشان می دهد تا 90 سال آینده میزان بارندگی در ایران 10 درصد کاهش می آبد. به گفته آقای بابایان تداوم خشکسالی‌های های کنونی باعث شده است ایران از هم اکنون وارد مرحله سوم خشکسالی شود مرحله ای که به خشکسالی هیدرولوژیکی معروف است و طی آن سفره آب زیرزمینی رفته رفته از میان می‌روند. خانم ابتکار در ادامه سخنان خود با ابراز نگرانی از وضعیت طالاب های ایران به ویژه طالاب هامون گفته در حال حاضر ردیف بودجه ای برای احیای دریاچه ارومیه های هامون انزلی و پریشان پیش شده است وی ابراز امیدواری کرده که با جذب مشارکت سازمان ملل و همکاری بیشتر افغانستان در کنار این جذب بودجه ای موفق به حل بحران طالب هامون شویم تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران واقع شده و آب رود هیرمند یا هلمند از استان هلمند افغانستان به این دریاچه می ریزد. قرارداد حق آب هیرمند سال که خورشیدی بین ایران و افغانستان امضا شد اما مسئولان جمهوری اسلامی میگویند از اواخر دهه 1370 و افزایش خشکسالی در سیستان و بلوچستان میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کم شده است سازمان حفاظت محیط زیست ایران در فروردین ماه اعلام کرده بود که بیش از 50 درصد از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور خشک شده یا در معرض نابودی قرار دارند. بر اساس آمارهایی که در وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران منتشر شده، در حال حاضر شش تالاب از جمله هامون، انزلی و بختگان در فهرست های در معرض خطر موسوم به فهرست مونترو قرار گرفتند. هیئت دولت ایران 729 میلیارد تومان برای اجرایی شدن مطالعات ستاد احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده است. مقام های رسمی ایران میگویند تنها یک سوم از دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب جهان باقی مانده است. بخش عمده ای از این دریاچه طی سالهای اخیر خوش شده است. دولت حسن روحانی بروز بحران خوش سالی را پذیرفته و وزرای او مکررن در این باره هشدار دادند. اما متاسفانه کماکان واکنش مؤثری در این باره مشاهده نمی شود. پیکر جهاد مغنیه فرزند اماد مغنیه از فرماندهان پیشین حزب الله لبنان روز دوشنبه در بیروت تشی و به خاک سپرده شد جهاد مغنیه و پنج تن دیگر از اعضای ارشد حزب الله لبنان روز یک شنبه در حمله راکتی یک هلیکوپتر اسرائیلی در بلندی‌های جولان کشته شدند حال حال روابط عمومی سپاه پاسداران روز گذشته کشته شدن یک سرتیپ پاسدار به نام محمد علی الله دادی را در حمله این هلیکوپتر اسرائیلی تایید کرد یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله شش ایرانی کشته شدند اتحادیه اروپا در واکنش به حمله به نشریه شارلی ابدو بر سر طرحهای ضد تروریست و بهبود مهارت زبان عربی با کشورهای مسلمان به توافق رسیده است فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این خبر گفت قابلیت ارتباط با زبان عربی در این اتحادیه افزایش خواهد یافت این طرح بخشی از واکنش اتحادیه اروپا به حمله افراد مسلح اسلامگرا به نشریه فرانسوی شارلی ابدو است. اوایل ژانویه دو فرد مسلح که میگفتند قصد دارند به خاطر چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسلام از این نشریه انتقام بگیرند دوازده نفر را در دفتر این نشریه در پاریس به قتل رساندند در آستانه نشست سران کشورهای اروپایی که قرار است دوازده فوریه برگزار شود 28 وزیر خارجه این کشورها روز دوشنبه در بروکسل دیدار کردند در اقدامی کم سابقه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ریاست جلسه هیئت دولت در این کشور را بر عهده گرفت بر پایی جلسه هیئت دولت, در... دولت در ترکیه بر عهده نخست وزیر این کشور است این اقدام اردوغان در مقام ریاست جمهوری انتقاد مخالفان را برانگیخته بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد این موضوع که رئیس جمهور در ترکیه که مقامی سمبولیک رو داره هست ریاست هیئت دولت رو به عهده بگیره با وجود که از نظر قانون اساسی من این نداره ولی امر مرسومی هم در ترکیه نیست و به ندرت چنین اتفاقی رخ میده کما اینکه از آخرین باری که اتفاق این چنینی افتاده 15 سال میگذره آن هم در دوران ریاست جمهوری سلیمان دمیرل در تاریخ جمهوری ترکیه تنها پنج رئیس جمهور در موارد نادری از این حق خود برای به عهده گرفتن ریاست جلسه هیئت دولت استفاده کردند اما برگزاری جلسه هیئت دولت به ریاست آقای ارغان روز دوشنبه در ترکیه واکنش های زیادی به همراه داشته به ویژه در طیف مخالفان حتی برخی روزنامه های ترکیه از جمله روزنامه جمهوریت این اقدام آقای اروغان رو تلاش برای ریاستی کردن سیستم سیاسی ترکیه تعبیر کرده در این باره جمهوریت نوشته اروغان با به دستگیری هیئت دولت سیستم ریاستی رو آزمایش کرد البته چندان این تیتر روزنامه جمهوریت بیرا هم نیست خود این موضوع به نظر میرسه به صورت هوشمندانه از سوی آقای اروغان انجام شده در واقع او با این قبیل رفتار سیاسی سیگنال خاصی رو برای افکار عمومی میفرسته و به نوعی افکار عمومی رو آماده پذیرش و روبرو شدن با سیستم ریاستی در ترکیه میکنه کما اینکه پیشتر در اوج رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته او وعده داده بود که اگر به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب بشه سیستم پارلمانی کنونی رو به سیستم ریاستی تغییر خواهد داد از آن سو البته مخالفان او رو متهم به قدرت طلبی بیشتر در این زمینه می کنن. البته باید گفت که آقای ارغان یک گام دیگه تا تحقق این هدف خودش فاصله داره و اون هم شرایط انتخابات پارلمانی خورداد ماه آینده در این کشور استش اگر در انتخابات پارلمانی پیش رو حزب دارد و توسعه حزب آقای ارغان بتونه با یک اکثریت قاتل دو سوم کرسی های پارلمان رو به خودش اختصاص بده و با اعتکاب قدرت حد اکثری خودش به لایحه تغییر سیستم سیاسی کشور رأی مثبت بده اون موقع ما شاهد یک سیستم ریاستی در ترکیه خواهیم بود با این روش در واقع آقای هرغان اگرچه برای به دست گرفتن دوباره قدرت اجرایی کشور از مدل پوتین مدودوف استفاده نکرده اما با شگری متفاوت تر به هدف مشابهی رسیده و هم به عنوان رئیس جمهور و هم به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور قدرت رو در چنده خودش خواهد دید اما به یک نکته جالب هم در مورد جلسه دیروز اشاره بکنم اون هم در مورد آقای داوود اوغلو هست که طبیعتا به عنوان نخست وزیر و عالی ترین مقام اجرایی کشور او باید ریاست جلسه هیئت دولت رو بر عهده داشته باشه اگرچه او در جلسه دیروز هم حضور داشت اما یک تصویری از حضور او در این جلسه منتشر شده که در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی ترکیه این تصویر خیلی بحث برانگیز شده و راجبش مطلب زیاد می و اونو زیاد به اشتراک می تصویری از چهره به فکر فرو رفته و نسبتا در همه آقای داود که باعث شده برخی کاربران شبکه‌های مجازی حتی مطالب آمیز و تنزی رو در موردش بنویسن و به تنه بگن که او در این جلسه چه کاره هستش کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران میگوید نباید از تحریم ها ترسید و بیرونقی در بازار ناشی, ناشی از گناه مردم است. صدیقی همچنین گفته است که برخی میخواهند الغا کنند که نمیتوان بدون آمریکا زیر سایه امام زمان زندگی کرد محافظ کاران تندرو میگویند معتقدند دولت حسن روحانی در پی رابطه با آمریکا و عقب نشینی از برنامه هسته ای است این روحانی محافظ کار در همین زمینه گفته اگر فناوری هسته ای نداشته باشیم باید برای, برای تهیه آن سراغ بیگانگان برویم و آنها نیز عزتمان را خدشهدار خواهند کرد علی جنتی وزیر ارشاد گفته فقیهی که موسیقی گوش نداده نمیتواند درباره آن نظر بدهد و همچنین در پاسخ به این سال که آیا برای آقای شجریان برنامه ای دارید گفته کار ما نیست که آشتی بدهیم یک سری مسائل سیاسی حول و حوش اینشان مطرح است که مباحث را قدری پیچیده کرده است اما کسی نمیتواند بر جستگی هنری ایشان را انکار کند با شدت گرفتن نبردها در خطوط مقدم جنگ در شرق اوکراین و نبردها بر سر فرودگاه شهر دونتسک ده ها نفر کشته یا زخمی شدند هر دو طرف ده هر دو طرف درگیری یعنی نیروهای اوکراین و شورشیان هوادار روسیه گفتند که کنترل فرودگاه را در دست دارند خبرگزاری های مختلف از افزایش درگیری ها در شرق اوکراین خبر دادند. روز دوشنبه آتش توپخانه در چندین ناحیه در شرق دونتسک و لوهانسک گزارش شد و بیمارستانی در شهر دونتسک هدف قرار گرفت هر دو طرف درگیری یعنی نیروهای اوکراین و شورشیان هوادار روسیه گفتند که کنترل فرودگاه را در دست دارند روسیه به اوکراین هشدار داده که دچار اشتباه استراتژیک نشود و همزمان کیف میگوید روسیه سربازان بیشتری را به این سوی مرز فرستاده است روسیه مکررا ادعاها دایر بر ورود سربازانش به شرق اوکراین را رد کرده اما اذعان کرده است که شماری از داوطلبان این کشور در کنار شورشیان اوکراین میجنگند خشونت ها از هفته پیش با نبرد بر سر کنترل فرودگاه دونتسک اوج گرفت فرماندهی نظامی شورشیان اعلام کرد که نیروهایش تهاجم دولت به یک پل مهم استراتژیک میان شهر و فرودگاه را متوقف کردند این پل در نبردها ویران شد. مقام های محلی میگویند که در روزهای اخیر در مرکز دونسک هشت غیر نظامی در روزهای اخیر کشته و تعداد بیشتری زخمی شدهاند. در همین حال شورشیان دولت را متهم به حمله با آتش توپخانه به غیر نظامیان در هورلیوکا که در کنترل شورشیان است کردند. این شهر در شمال فرودگاه دونتسک است. ادوارد باسورین وزیر دفاع شورشیان گفت در بمباران هواپیمای ارتش نه غیر نظامی کشته و چهل و چهار نفر زخمی شدند. در مقابل تلویزیون دولتی گزارش داد که یک پدر و پسر در اثر انفجار گلوله توپ در شهر دبالسوف در شمال شرقی دونتسک که در کنترل دولت است کشته و ده غیر نظامی دیگر زخمی شدند. فرودگاه دونتسک که برای ماهها محل درگیری شدید بوده برای هر دو طرف ارزش نمادین و استراتژیک دارد گروهی از نیروهای ارتش به خاطر دفاع محکم از این فرودگاه مشهور شدند و سرمشق ارتش اوکراین به حساب می آیند. هواداران دولت نابودی فرودگاه را به ویرانی استالینگراد در جریان جنگ جهانی دوم تشبیه می کنند. در مقابل شورشیان فرودگاه را بخشی از پایتخت خود می دانند. مقام های نظامی اوکراین یک شنبه گفته بودند که موفق شده اند ناحیه فرودگاه را به طور کامل از شورشیان پاک کنند. اما شورشیان دوشنبه این ادعا را رد کردند. نیروهای شورشی در فرودگاه دونتس که محل زد و خورت های شدید بوده است، هر دو طرف به ضایعات سنگین از آن کرده اند. یک افسر بلند پایه شورشی گفت که هشت سرباز شورشی کشته و سی و سه نفر زخمی شدند. مقام های دفاعی اوکراین هم گفتند که سه سرباز این کشور کشته و ده ها نفر دیگر مجروح شدند. مقام های روسیه میگویند که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای عقب کشیدن سلاح های سنگین از سوی دو طرف و پایان نبردها پاسخ نداده است. با این حال اوکراین تاکید می کند که خواهان اجرای آتش بس ماه سپتامبر که در مینسک امضا شده است. اوکراین میگوید که حدود 8500 سرباز رسمی روسیه به شورشیان کمک می کنند، ادعایی که مسکو رد می کند. بیش از 4800 نفر از زمانی که شورشیان بخش هایی از دونتسک و لوهانسک را در ماه آوریل گذشته گرفتند کشته شدند. تعداد زیادی غیر نظامی هم آواره شدند این نبردها پس از انضمام شبه جزیره خود مختار کریمه اوکراین به خاک روسیه شروع شد به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما عزیزان خدا نگهدار <تصفح> Use Iran to its advantage and solve it.